با پوزش بینندگان گرامی، سلام و درود. امروز شنبه 24 اپریل 2021 به 105 برنامه لایف یا زنده پندارها و گفتارها و همچنان تلویزیون بهار خوش آمدید. امروز با جناب وحید مردان، ژورنالیست و پژوهشگر پهنه تاریخ و سیاست، در مورد تاریخ و بازنگری تاریخ و تاریخ باستان ایران گفت و شنود داریم. البته که در ابتدا کوشش میکنیم که صحبت های ما به صورت عام در مورد تاریخ و مسائل تاریخی باشه و باز بعد از او میاییم سر اصل موضوع تاریخ باستان. جناب مردان تشریف اگه دارین لطفا بیاین که منتظر شما هستیم. سلام و درود به شما. سلام، درود به شما، سلام به همه دوستای گرامی. بسیار خوب، اگه اجازه تان باشه بسیار مختصر بر احوال معمول یک چند جمله به اصطلاح ببخشید در مورد سوانه شما میگم که دوستا بیشتر با شما آشنایی پیدا کنن، باز بعد از اون میریم مشخص به صحبت های خود. بیننده‌های عزیز، جناب وحید مردان در سال 1330 خورشیدی که مطابق میشه با 1952 میلادی در یک خانواده روشنفکر در کابل تولد شد. یک صدا میاید جناب، من نمیفهم که از کجا میاید یک صدایی، پرابلم تکنیکی خودم را فکر کنم. به هر حال گفتیم در سال 1952 میلادی در شهر کابل تولد شد، بعد از فراغت از لیسه نادری سابق یا عمر شهید باد از افتصار در سال 1356 بر ادامه تحصیل به کالیفرنیای ایالات متحده امریکا رفت و در سال 1360 دوباره به کابل برگشت و به کار در روزنامه حقیقت انقلاب ثور، ارگان نشراتی حزب دموکراتیک خلق افغانستان، در اون زمان آغاز کرد. در سالهای 1989-90 تا 91 تا پایان حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان و یا به عباره دیگه در اپریل سال 1992 در بخش های تا اپریل سال 1992 بخش های مختلف مطبوعات همو وقت مثل مجله افغانستان امروز، روزنامه کابل تایمز، مجله دوستی مصروف و مشغول کارهای جورنالیستیک. در جون سال 1992 به هند و بعد از او از سال 1995 تا کنون در جمهوری چک زندگی میکنه. جناب مردان را تبعید که ازدواج کرده و 4 فرزند داره که فرزندهایشان در اروپا و استرالیا زندگی میکنه و در رابطه با همین صحبت ما خودشان میگن که من آموزش ها یا تحصیلات مسلکی دانشگاهی ندارم ولی 8-9 سال است که در عرصه کار و مطالعه میکنم. من فکر کنم عمق کافی باشه جناب مردان معرفی شما. سید تشکر از شما. اما مسئله تحصیلات دانشگاهی را علاقه کردم به خاطر اینکه یکی از مسائل بسیار مهمی است. بسیاری از کسایی که میخواین در مورد مسائل تاریخ صحبت بکنن دوستایی هستن که با طرح از این مسئله که گویا شما تحصیلات دانشگاهی ندارین، دلیل اشتا در فلان یونیورسیتی مشهور یا بزرگ شما درس نخوندین، لذا شما صلاحیت بحث روی مسائل تاریخ ندارین. این قصدن من خواستم که یادآوری بکنم برای دوستای گرامی که مسئله تحصیل دانشگاهی هیچگاه معیار برای بررسی مسائل نیست. بله، و یا به عبارت دیگه حق کسی را در مورد ابراز نظر گرفتن نمیتونه. جناب مردان یک لحظه من می سیگنال برنامه را مندازم، بعد از سوال خود از شما طرح میکنم اگر حرفی دیگه ندارید. بفرمایید. پندارها و گفتارها، شمعی از جهان آموزش ها بر بنیاد سیر اندیشه، گفتمان های
پیرامون جهانبینی ها، تئوریک، تاریخی، سیاسی و روشنگرانه. گرداننده احمد شاه راستا، لس آنجلس، کالیفرنیا، ایالات متحده آمریکا. بسیار خوب، سپاسگزار است که ما که گفتیم بیننده عزیز، این یک برگی کاملا باز است و هر شخصیت ارجمند در هر عرصه میتونه که آزادانه اندیشه های خود بیان بکنه. البته که معیار برای صحبت کردن پیرامون یک مسئله تنها تحصیلات آموزش یا آموزش های دانشگاهی تنها مطرح نیست. بسیار کسایی که اصلا دانشگاه را حتی مکتب ندیدن ولی مغزها و متفکرهای بزرگ دنیا بودن. و هر حال زیاد پرحرفی نمی کنیم جناب مردان. سوال نخست ما ایست که شما را می خواستم در مورد تاریخ نظرتان بپرسم که تاریخ چی است از نظر شما و هدف از علم تاریخ چی است و چی مسئله را به اصطلاح بیان می کنه همی تاریخ و از اینجا با شروع میکنیم به خیلی پیش میگیم. بله، تشکر. راستای گرامی، در این زمینه میخواهیم یک نکته یادآوری بکنم که تاریخ علم به خصوصی هست و تعریف های بسیار متفاوت، تعریف های بسیار مختلفی از تاریخ تابالی از جانب تاریخ‌دارا، از تاریخ از جانب محققین داده شده. من در این قسمت میخواهم که یک نکته را برای شما اشاره بکنم، برای دوستای عزیزی که در این نشست تشریف دارن. این سوال شما بیشتر باید متوجه تاریخ نگاران باشن، متوجه محققین تاریخ باشن و یا متوجه منتقدین تاریخ باشند که رشته خاصشان است و میتونن در این زمینه بسیار پاسخهای بسیار دقیق و پاسخهای علمی ارائه بکنن. من متاسفانه همونطور که در آغازم یادآوری کردم، رشته خاص من رشته تاریخ نیست، با هم به خصوص تاریخ باستان. من صرفا یک خواننده تاریخ هستم و به این معنا که چون از سالهای متمادی سر و کارم با کتاب بوده، سر و کارم با مطالعه بوده، در طول از این زمان با آثار بسیار مختلف سر و کار داشتیم. به اون خاطر به صورت بسیار مشخص، به صورت مسلکی، تاریخ موضوع مطالعه من هیچگاه اکثرا نبوده در آغاز. به اون خاطر من فکر میکنم که سر بحث تعریف تاریخ که تاریخ چیست، به یک بحث بسیار و خود یک بحث بسیار کلان هست. این سوال بیشتر من فکر می کنم که اجازه بدیم از کسایی بپرسیم که اونا رشته خاصشان تاریخ هست و می توانند بسیار با دقت کامل تاریخ توضیح بکنند. بسیار خوب. من به اینجا می خواهیم در شما یک نکته را یادآوری بکنم که چی عامل سببی از این شد که ما بایست یک خواننده تاریخ به طرف تاریخ رو بیارم، مشخصا به طرف تاریخ باستان منطقه. این مسئله توضیحیتی، این مسئله خودش تجربه کاری، یک تجربه مطالعاتی است. دوستای عزیز، من
از 3-4 ماه اخیر به این طرف یه سلسله یادداشت‌های را در صفحه فیسبوکی بازنگری تاریخ افغانستان به نشر سپردیم و در این یادداشت‌ها همیشه به یک نکته بسیار زیاد تاکید کردیم که این یادداشت‌ها تحقیق تاریخی نیست. این نوشته‌ها یک نقد تاریخی هم نیست، فقط برداشت یک خواننده کتاب‌های تاریخ است که بالاخره در یک مسیر نسبتاً طولانی این مطالعه در یک سمت قرار گرفت. خود من شخصاً از سالی‌های بسیار متمادی یکی از مصروفیت‌های من مطالعه کتاب بوده. سر و کار من روی کتاب تقریباً در طول 40-45 سال گذشته با این کتاب من سر و کار داشتیم، اما متاسفانه در طول زمان مطالعات سیستماتیک نبوده. بیشتر تقریبا اینطور میتونیم بگوییم که مطالعه بوده از هر چمن سمنه. و با حافظه دارم یک زمان سر و کار من با شعر و با کتاب های شاعرهای بزرگ تیپ فروغ فرخزاد و نادر نادرپور و حسین ابتهاج سایه و اینا بود. گاهی هم می رفتیم به سراغ یکان ناولای بسیار زیبای ادبی، اونها را پیدا می کردیم می خواندیم. گاهی هم با پایای لرزان به طرف آثار کلاسیک مارکس و انگلز و لینین ترسیده می رفتیم و گاهی هم سر و کار ما با آثار دینی و آثار تاریخی و آثار فلسفی بود. خب خلاصه عرض بکنم که در دوران مطالعه هر در را باز کردیم، به کتاب های بسیار مختلف مراجعه کردیم، هم که در آغاز گفتم از هر چمن سمن بسیار زیاد خواهد. جناب مردان بسیار معذرت میخوام، شما قسمی که ما دیدم همه تو که گفتیم 21 مقاله یا نوشته داریم در سوشل میدیا در رابطه با تاریخ باستان ایران، او را اتمن باز در آینده ها روی محتوایش صحبت کنیم. یک چیز من تذکر بتون که این تنها تاریخ باستان ایران نیست. در واقعیت یک نظری هست به تاریخ منطقه. تاریخ منطقه که خب در برخی آثار به نام ایران کهن یاد میشد. این بیشتر ساحل از دریای آمو تا شرق میانه و از شمال هند تا ساحات قفقاز و جمهوریت های امروزی آسیای میانه رو در بر میگیرند. ولی یعنی عنوان کتاب شما همه طور به نام تاریخ باستان نیست، نوشته نشده، ولی عنوان مقاله شما درست است. من فکر میکنم که او اما عنوان پامیری عزیز با خاطر داره که در یک صحبت تلفنی ناگزیر شده که او عنوان به صورت عاجل انتخاب بکنیم، اما کمی فراتر هست. مجموع منطقه را در بر بگیره، از بخشای از شرق میانه، بین النهرین، فارس، سیستان، خراسان، باختر و همچنان بخشای از جمهوریت های آسیای میانه. بسیار خوب. بیاین که تو مشخص تر پیش بریم. سوال اصلی هم تو که پیشتر هم شما اشاره کردین که سوال اصلی است که چی دلیل یا انگیزه
باعث میشه که شما را به سوی نگرش انتقادی تاریخ باستان بکشانه. چرا من یک بخش از نوشته های شما را که خواندم یک دید نقادانه راجع به تاریخ باستان، بازم نظر به مو با در نظر داشت توضیحات شما، نظر به امو نوشته شما که باستان ایران یا امو سرزمین هایی که شما توضیح کردین وجود داره، یعنی انگیزه ها چی بود، چی دلیل شد که شما بین و یک نوشته نقدگونه در این مورد انجام بدید؟ بله، امیره میخواستم توضیح بکنم که این سیستم تقریبا قراغندی مطالعه که وجود داره به ما در دوران مهاجرت همراه با دشواری های خود و همچنان دسترسی به برخی از مواد که در گذشته ها کمتر به او دسترسی پیدا می شد، این آثار جدید تغییر بسیار بزرگی را در چگونگی مطالعه به وجود آورد. من برای شما عرض بکنم که زمانی که من با نوشته های مورخین جدید ایران، مورخینی که ما اونا را نامشان مورخین نو گذاشتیم، در زمینه تاریخ کهن ایران مواجه شدم، برای من بسیار جالب بود. بله. این نوشته ها در واقعیت رنگ و رخ تاریخی را که من خوانده بودم با کلیه از دیشه او رنگ و رخ تغییر داد و مطالعه مرا تقریبا سیستماتیک ساخت. بله. یک عاملی بسیار یا یک نکته بسیار مهم دیگه هم در اینجا وجود داشته، شما به کتابایی که در این زمینه به نشر رسیده تا حال مراجعه بکنید، شما می‌بینید که کتابای بسیار زیادی از جانب نویسنده های بسیار مختلف به نشر رسیده، کتابای بسیار کتور، کتابای بسیار کلان با قد و صحافت بسیار پرزرق و برق، چاپ زرین، چی بگن اصطلاح دار از زرین کوب، کاغذ های در جوال رنگه، پشتی های بسیار رنگی، زیبا، اما با قیمت های بسیار گزاف و کمرشکن برای مخصوصا برای خواننده از این کتاب ها. زمانی که من با این کتاب ها متوجه شد و سر و کار پیدا کردم، یک نکته را در درون از این کتاب ها متوجه شدم که تقریبا بخش اعظمی از این کتاب ها بیشتر به میل نویسنده ها نوشته شده، تاریخ به میل خود نوشته کردن و در بسیاری موارد متاسفانه این تاریخ مسخ کردن. این یک پرابلم، یک نکته بسیار اساسی بود که من در جریان مطالعه کتاب های تاریخ باستان همراه از رو مواجه شدم. متاسفانه این کتاب ها تکرار گفته های یک تعداد نویسنده ها و تاریخ نگاران و باستانشناس های بیشتر خارجی هست که پیهند میره تکرار کرده میره و در بسیاری موارد وقتی که شما لای از این کتاب ها و مقاله ها رو باز میکنین، با تأسف که از درون از این آثار و نوشته ها بوی زننده برتری جویی های نژادی، قومی، زبانی بسیار زیاد به مشام میرسن. این آثاری را که من همراهشان سر و کار داشتم یا چیزی را که بنام من در یعنی یاد داشت ها از او تذکر دادیم،
چیزی را که برام تاریخ ایران باستان برای ما متاسفانه داشتن، این تاریخ ایران باستان متاسفانه با واقعیت های دوران هیچ گونه پیوندی ندارد. بیشتر نقطه نظر نویسنده ها هست و بیشتر از همه نقطه نظر نویسنده هایی است که به خصوص در اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 این تاریخ ها را برای ما سازمان دادن، تنظیم کردن. و امروز شما با هر یک از تاریخ نویسا، با هر یک از محققین تاریخ، حتی با منتقدین تاریخ وقتی که شما مواجه میشین، تکرار پیهم مکرر تمام گفته های امین نویسنده های بیرونی هستند. کتاب هایی که ما در تاریخ ایران باستان همراهش سر و کار داشتیم، برای من بسیار جالب بود که کوروش و داریوش در استیج تاریخ می‌دیدم که چقدر بزرگ انسان های تصویری که از کوروش و داریوش داده می‌شد، اینا را انسان های بسیار بزرگ تصویر می‌کردن که در 2500 سال قبل تمدنی بسیار بزرگ، امپراتوری بسیار عظیم را اینا در این منطقه را اندازی کردن. عظمت و شکوهی از برای عظمت و شکوهی از ده ها کتاب نوشته شد. در این استیج شما به بسیار سادگی می دیدید استیج را برای شما تصویر می کردن یک قهرمان آریایی از سرزمین آریان ها، نامشون داریوش کبیر، بزرگترین امپراتور دنیای باستان. این در واقعیت تصویرهای رکز از تاریخ باستان برای خواننده دلی نو کتاب های را میشن. ناسیونالیسم خفته، همی هیولای ناسیونالیسم خفته و نیمه جان رو که در وجود هر کسی می باشد، این ناسیونالیسم، این تصاویر رو که در کتاب ها داده شده بسیار زیاد برجسته می سازد. شما دقت بکنید، 100 سال پیش در تاریخ کسی به نام داریوش، کسی به نام کوروش وجود نداشت. کسی در تاریخ افغانستان، حتی در تاریخ یک داستان پیش شما مراجعه بکنید، چیزی به نام داریوش و کوروش کبیر اینا رو در تاریخ همش دارن. تا زمانی که انگلیس ها تانستن به کمک یک تعداد از تاریخ نگارایی روز به وحشین تاریخ نگاه به یهود تانستن یک تاریخی را برای ما اینجا تدرگاه بکنن. این تاریخ نسل نو فارسی زبان افغانستان، ایران و تاجکستان را با کوروش محور تبدیل. بله. کوروش را که 100 سال پیش کسی نمیشناخت، امروز نیمی از روشنفکرای جامعه افغانستان، ایران و تاجکستان از او با نام یک امپراتوری بزرگ، اساسگذار یک دموکراسی بزرگ، اساسگذار حقوق بشر دریج از او معرفی میکنند. یک نکته بسیار مهم در این وجود داره که آثار را که در این زمینه به نشر رسیده، احساسات ناسیونالیستی خواننده ها را به شدت دامن می‌زند.
تشدید احساسات ناسیونالیستی روشنفکرا در جوامع اقلیمی مثل افغانستان میتونه با پرابلم های بسیار کلان روبرو شود. من به خاطر دارم که سال یا 2010 بود یا 2011 بود، من در یکی از کتاب فروشی های هامبورگ با یکی از عزیزای همجا رفته بودم. در این کتاب فروشی من با یک سلسله کتاب های جدید زیر عنوان بنیان نگاه در بنیان تاریخ ایران اثر سردوان ناصر پوری پیرار برخوردم. سلسله ای را که من در این سال هم رایزی برخوردم از ریشه با تمام آثار که قبل درست بودم من مطالعه کرده بودم بسیار متفاوت بود. در این آثار اسناد معتبر، موثق و دقیق را در رابطه با انکشاف مسائل تاریخ افغانستان، تاریخ ایران و تاریخ بین المللی را می کردن. این آثار تاریخی بود که به یک باره در سیستم تفکر من، در سیستم مطالعه من، در سیستم دید من به تاریخ یک تغییر بسیار بزرگی را به وجود آورد. برخورد بعدی من با مسائل از تاریخ باستان، آثار بعدی این بود که چی توسط دوستا برای من تهیه شد. خودت با جای ممکن است کتاب فروشی ها تهیه کردم و همچنان در سالهای اخیر نشرات اینترنتی یک بخش زیادی از چنین آثار را که از کاملا یک نظر نوی به تاریخ میندازه با اینا آشنا شدم و اینا کاملا مرا با یک دید جدید، با یک دید نو در تاریخ مواجه ساخت. بله. راستای گرامی یک نکته را میخواهید در این زمینه یادآوری بکنم که شخصا برای خود من آثار جدیدی را که من امروش سر و کار پیدا کردم، این آثار در ذهن و روان من و من فکر می کنم در ذهن و روان هر خواننده به سادگی گرد و غبار از روی صفحات تاریخ که با دروغ آغشته شده متاسفانه پاک می کنه و مطالعه از این آثار بسیار به روشنی ما را در جریان انکشافات او انکشافات از تاریخ قرار می ده که متاسفانه کتابای تاریخ قبلی در این زمینه در یک سکوت مطلق بزن می برن. شما مراجعه بکنید به تاریخ، آثاری که در این زمینه به نشر رسیده کاملا مبتنی بر مستندات تاریخی است، شیوه های کاملا جدیدی بررسی تاریخ به کار گرفتن، به اسناد معتبری در تاریخ مراجعه کردن. من برای شما عرض بکنم یکی از اسناد بسیار معتبر تاریخ منطقه کتاب تورات است.
متاسفانه در رابطه با تاریخ باستان، تاریخ باستان منطقه شرق میانه، بین النهرین، فارس و خراسان، خب بابا چه این خراسان می کشیم ازش باختر. یگانه سند تاریخی است که میشه به گفته های از این اعتماد کرد. هدف شما از این تورات است؟ بله. متاسفانه در زمینه تاریخ باستان آنقدر مواد تاریخی کم است که حتی در سطح هیچ میتونه، و تنها منبعی که میتونه به سوالای تاریخ در این مرحله پاسخ بده یگانه کتاب تورات است. با وجودی که در بسیاری موارد کتاب تورات دست خورده، کتاب تورات نام ها و دوره ها حتی در جا به جا شده، ولی به صورت کل، به صورت عموم منبع معتبر و منبع قابل اتکا هست برای بیان بخش های بسیار مختلفی از تاریخ ایران باستان. در مجموع ما اعتراض بکنم که تنظیم سیستم مطالعه، سیستم کتابخانی یکی از راههایی بود که مرا در واقعیت به طرف یک مطالعه انتقادی از تاریخ باستان کشاند. یک نقطه دیگه هم هست، او ای که ما متاسفانه در تاریخ هایی که در اختیار خود داریم، منظورم در داخل افغانستان است، از تاریخ نویسای افغانستان ما هست، کمترین تماس ممکنه اینا در آثار خود در مورد تاریخ باستان داشتن. ایجاب ازیره می کنه که یک مقدار تحقیق بیشتر صورت میگیره، آثار جدید در اختیار محققین گذاشته شده یا در مجموع یک مقدار کار بیشتر در این زمینه انجام بگیره. او یگانه راهی است که بعد ما میتونیم به او وسیله تاریخ باستان دقیق توضیح بکنیم. در رابطه با تاریخ کشور خود، تاریخ افغانستان، باید خدمت شما عرض بکنم، اما تو بیشتر هم به نکته اشاره کردم، بیشتر نویسندگان ما از کنار تاریخ باستان به سادگی گذشتن. برخی ها یادداشت‌هایی کردن، برخی از تاریخ نویسان ما با یک تذکر کوتاه و حتی در بعض موارد بدون ذکر منبع از مهمترین مبحث تاریخ، یعنی تاریخ باستان، گذشتن. در این مورد یک نکته را میخوایم بسیار با صراحت عرض بکنم که در میان تاریخ نویسای ما شما تنها در آثار استاد پوزاد است که با یک تفصیل بیشتر به تاریخ باستان افغانستان تماس گرفته شده. استاد گوزاد دو جلد از سه جلد کتاب تاریخ افغانستان خود اختصاص داده به مباحث تاریخ باستان که تاریخ ما فکر بیکنم مرحوم استاد کوزاد باید
سپاسگزار باشم. اما یک سوال باید در اینجا باید برش بپردازیم. چرا تاریخ نویسای ما با مسائلی از تاریخ باستان تماس نگرفتن و یا اگر تماس گرفتن بسیار تماس معدود و تقریبا با سکوت از برابری از گذر کردن؟ ما بیشتر به این باور هستم که تاریخ نگارای ما به خاطر کمبود منابع موثق و قابل اطمینان و قابل تذکر از تاریخ باستان بیشتر به تاریخ افغانستان بعد از اسلام پرداختند. یعنی به این مناسبت ما از تاریخ باستان اسناد قابل اتکا، اسناد معتبری که برای رو اتکا بکنه و مورخ حرف خود با او اسناد به کرسی بشانه در اختیار تاریخ نگارای ما نبوده. و این شاید هوشیاری تاریخ نگارای ما را نشان میده که به خاطر کمبود اسناد تاریخی برای این دوره با این دوره تماس بسیار محدود گرفتن و از کنارش گذاشتن. اما کار استاد کوزات کار بی نهایت برجسته است و خواننده را بسیار با دقت در عمق تاریخ باستان مجموع منطقه می کشاند. بله جناب مردان گرامی، با در نظر داشت سوال ما هم مطرح بود که انگیزه که شما 21 مقاله را نوشته کردین و در رابطه با تاریخ باستان ایران و ای که چگونه یک تاریخ جعلی را جا زدن به جای صحا و رویدادهای تاریخی واقعی، او بسیار جالب بود. من تقریبا چندین قسمتش را خواندم و یکی از دوستان همه بخشایش را خواندن. مسئله سر از ایست که ما با اینجا با دو پرابلم مواجه هستیم. یکی به صورت عام تاریخ منطقه که به نام امپراتوری پارش و کورش و مچبداری و شو این آن و ایرانی ها تحت تاثیر عوامل بیشتر عوامل سیاسی این تاریخ ها رو نوشته کردن و یک شوینیزم بسیار نیرومند نژادی و فرهنگی که در ایران مسلط است بر تاریخ نگاران، بر حلقه های سیاسی و بر فرهنگیان ایران تلاش میکنند که ایران بسیار یک امپراتوری پارس، یک امپراتوری بزرگ تصویر بکنند یا یک تصویر بتن که گویا اینجا یک تمدن بسیار بزرگ بوده و به امی اساس در امی تصویر بزرگ باز شخصت های هم بزرگ بالاتر از آن چیزی که بودن بزرگ بسازند، مثل شخصیت هایی که شما شاهان و امپراتوری های بزرگی که در تاریخ ایران است که شما بیشتر از اون یاد کردید. و از جانب دیگه ما در کشور خود هم که پسانها بعد از چندین یعنی چند صد سال پیش یا یک صد پیش یا چیز بیشتر که وقتی که مرزهای جغرافیایی سیاسی فعلی خط کشید شد در منطقه و به صورت مشخص اگر بگویم خراسان دیروزی افغانستان امروزی، ما به شکل فجیع‌تر در کشور خود هم با این پرابلم مواجه هستیم. شما می‌بینید که تاریخ جعل کردن، حوادث وارونه جلوه دادن، شاههای مستبد عدالت خواه معرفی کردن، شاههای عدالت خواه را مستبد معرفی کردن و این روند ادامه داشته. من فکر کنم امی انگیزه بود قسمی که شما تشریح کردین، توضیح کردین. ما حالا می‌خوایم سوال کنم از شما که تفاوت بین وقایع یا واقع‌نگاری یا وقایع ثبت شده با تاریخ چی است؟ یعنی تاریخ وظیفه‌اش چی است؟ آیا تنها ثبت وقایع که گذشته یا حادثه ها و رویدادهایی که گذشته ثبتش و دادنش به خورد مردم است و یا ای که
این تاریخ نگاری تفاوت داره از ثبت رویدادها. تاریخ نگاری متاسفانه در ایران متاسفانه یک تاریخ نگاری بومی نیست. یعنی تاریخی را که برای ایران باستان به اصطلاح تنظیم شده یک تاریخی است که تنها احساسات ناسیونالیستی خواننده را تحریک میکنه. به گفته شما اونم شوینیزم عظمت طلبانه را در وجود خواننده ایرانی و برخی در وجود خواننده های فارسی زبان سه کشور که قبلا یاد کردم دامن میزنه. یک نظر عمومی که اگر با به تاریخ های رسمی بندازیم یک نکته بسیار زیاد برگسته میشه که تاریخ هایی که برای ما نوشته شده بیشتر هم عرض کردم که کار تاریخ نگارای بومی نبودم متاسف. یک لیست بسیار طولانی از تاریخ نگاران خارجی هست. من تصادفاً دو سه روز بیشتر با دنبال یک مطلب میگشتم، نزدیک به 100 نام از تاریخ نگاران، محققین، باستانشناسان، سکه‌شناسا، زبانشناسان خارجی در تاریخ ایران پیدا کردم. اما یک تاریخ نویس بومی، یک تاریخ نویس ایرانی در اینجا وجود نداره که نقطه نظر خود، نتیجه تحقیقات خود، نتیجه مطالعات خود برای جامعه روشنفکر ایران، افغانستان، تاجیکستان ارائه بکنن. تمام تاریخی را که به نام تاریخ باستان میشناسیم، حتی تاریخ های بعد از اسلام هم که اگر ما از نظر بگذرانیم، همگی به صورت عام، به صورت مطلق میتونم برای شما بگویم که 95% تمام نوشته هایی که در زمینه تاریخ ما صورت گرفته، تاریخ نوشته هایی هست که توسط تاریخ نگاران خارجی صورت گرفته. و یک نکته بسیار مهم و برجسته دیگه هم در اینجا وجود داره. شما نگاه بندازین به همین تعداد حدود 100 تاریخ نگار و محقق و منتقد تاریخ و از این حرفایی که میگن، 95% از این انگلیس ها و یهودا هستند. یهودایی که ریشه های بسیار عمیق در مخالفت در منطقه دارند. و تاریخ بسیار با صراحت نشان میده که از 2500 سال به این طرف اینا نقش بسیار عظیم، نقش بسیار برجسته در مسائل تاریخ منطقه داشتن، تاریخ نوشته کردن و تاریخ به خود ما دادن. تاریخ بحث های بسیار تند در این زمین نداره، بسیار با صراحت نشان میده که آثار تاریخی را تقلب کردن، آثار تاریخی را جور کردن. دوران ببینید در این زمینه، در این تاریخ باستان ایران 90%
اسنادی را که به نام اسناد تاریخ ارائه می کنند اسناد دروغین است، اسنادی است که در سالهای آخر ساخته شده. یک لوحه و یک تذکر کوتاهتون به خاطر از اینکه دوره هخامنشی ها را ثابت کرده بتانند که هخامنشی ها از جمله اقوام آریایی هستند و اینجا سابقه بسیار طولانی در اینجا داشتن و پادشاهانی از اینا گذشتند، برای دوره هخامنشی یک تعداد کتیبه ها ساختند. از او جمله دو کتیبه قابل تذکر است. یک کتیبه به نام کتیبه آریارمن میگن و یک کتیبه به نام کتیبه ارشام، یکیش پدر کلان پدر داریوش است، یکی هم پدر کلان کوروش است. برای زینا دو کتیبه ساختن که خواستن با این دو تا کتیبه نشان بدن که اخامنشی ها ریشه های بسیار عمیق در تاریخ دارن و به اینا از به اصطلاح نژاد آریایی هستند و از باشندگان سرزمین فارس هستند. اما زمانی که شما این دو کتیبه را مورد مطالعه قرار میدین، با گفته ایرانی ها دنب خروس تقلب بسیار برجسته روشن میشه. یک نمونه کوچکش را میخواییم برای شما عرض بکنم. ادای تاریخ نگارایی است که گویا زبان فارسی باستان زبانی است که توسط اخامنشی ها در دوران داریوش ساخته شد. یک نوع خط میخی هست که از خط میخی بابل تقلید شد و این زیر فشار اخامنشی ها بالای کاتبای آرامی بود تا بتانن برای زینا یک زبان بسازن، یک تمدن و یک تاریخ برش ساختن، ولی باید یک زبان خود داشته باشن. برای زینا همین زبان فارسی باستان می سازن. اما شما توجه بکنید که امی دو کتیبه را که من یادآوری کردم، کتیبه آریارمن و کتیبه ارشان، هر دوی زی به زبان فارسی باستان با خط میخی هخامنشی ها نوشته شده. شما دقت کردید خط فارسی باستانی را که ادامه کنند در دوران کوروش یا داریوش به وجود آمد، اما پدر کلان پدر کوروش وقتی که کتیبی از او پیدا میشه به زبانی است که خط میخی بابلی 90 سال بعد از او این خط ساخته شده. ببینید به این ترتیب یک نمونه بسیار کوچک است. ده ها آثار دیگه است که به خاطر معجزه جلوه دادن ساخت و سازهای تاریخی خود، برای به کرسی نشاندن دروغ های تاریخی خود به این اسناد دست می زنند. سرتاپای تاریخ ما متاسفانه تاریخ از مملو از دروغ و مملو از جهل است. با معذرت. تاریخ وطن ما اتو خدمتتان عرض بکنم که ما از تاریخ سرزمین خود آگاهی لازم نداریم. ما تاریخ خود دقیق نمیشناسیم. این تاریخ یا ساخته شاه ها و امیرها هست که اونا بر ما نوشته کردن،
و یا تاریخی است که بیشتر عرض کردم تمام تاریخ نویسای بیگانه او را برای ما نوشته کردن و ما صرف تاریخ نوشته شده از اونا را پیهم تکرار میکنیم. برخی از این دانشمندا و بزرگا فکر میکنن که با تکرار مکرر گفته های تاریخ نویسان خارجی شاید بتانند تاریخ توضیح بکنند. اما یک نکته بسیار روشن است که با تکرار حرفهای تاریخی، با تکرار اسناد تاریخی، شما تاریخ توضیح کرده نمیتونید، تاریخ بیان کرده نمیتونید. ببینید، در تمام تاریخ باستان که من عرض کردم کتابهای بسیار زیادی در این زمینه نوشته شده، کمتر تاریخ نویس، کمتر تاریخ دان را شما پیدا می کنید که حاضر شده باشه پیرامون چهره اصلی مثلا کوروش حرف زده باشه. برخلاف کوروش برای ما طوری که بیشتر عرض کردم بزرگترین امپراتور معرفی می کنن. دوران کوروش، دوران صلح و آرامش، دوران وسعت و دوران پیدایش آثار ازش یاد میکنن. اما متاسفانه برخلاف تمام از ادعای بی بنیاده که اینا در زمین ندارن، دوران کوروش به هیچ وجه دوران آرامش، دوران صلح، دوران صفا و شکوفایی و پیشرفت نبوده. بله بفرمایید. گفتم دوران شکوفایی و پیشرفت. بله دوران شکوفایی متاسفانه نبوده. تاریخ چیز دیگه میگه، تاریخ چیز دیگه میگه که متاسفانه تاریخ نویسای ما اونگه ازش سکوت میکنن. تاریخ میگه که کوروش در تمام دوران زندگی خود تا لحظه ای که کشته شد در جنگ با ملل تحت استیلای خود قرار داشت. تاریخ همه گی امروز می فهمند. دوستای عزیزی که با تاریخ آشنایی دارن، کوروش با دست ماساژیست ها کشته شد. ملکه ماساژیست ها برای کوروش دو بار حوال داد، دو بار برش یادداشت روان کرد که کوروش به طرف ما نیا، بگذار ما در آرامش و در صلح زندگی بکنیم. اما وقتی که کوروش با وجود تقاضای ملکه ماساژیست ها به جنگ دوام داد، شما میفهمید کوروش در همین جنگ کشته شد و ملکه ماساژیست ها گردن سر کوروش برید، در یک مشک پر از خون انداخت و گفت کوروش بخو خون تا میتانی خون بخو، و سر خون پر از او را با نوع مشک خون به قبیلهش فرستادن. تاریخ ما، تاریخ نگارای ما، تاریخ نگارای ایران یک کلمه در این زمینه صحبت نمی کنند. متاسفانه اینیست تاریخی که ما هم رای سر و کار. من یک نقل قول جالب دارم از داریوش در کتیبه بیستون. او نوشته میکنه، باشین با اجازه تان مایی و تشید بخونم. یکی از سردارای بزرگ ماد به نام فرورتی یا فرورتی یا هر چیزی که شما تلفظش میکنید نام تاریخی هست، داریوش دستنگ نوشته خود نوشته میکنه، میگه ما
هم بینی هم گوش و هم زبان او را دیدم و یک چشم او را کندم. او را به در کاخ بستم با محالت به در کاخ بستم تا همه او را ببینم. سپس او را در همدان بدار زدم و تمام یاران برجسته او را در درون دشت القاویز کردم. یک نکته بسیار مهم و در سر این کتیبه و این تاریخچه اخامنشی ها نشان میده و او این است که اخامنشی ها اساس گذار و بنیان گذار دسپوتیزم و استبداد در جهان بودن. تاریخ یک حرف بسیار جالب میزنه. شما پیش از دوران هخامنشی ها در میان 15 ملل ساکن از این منطقه، 15 ملل ساکن منطقه، شما جنگ های از نوع تهاجمات هخامنشی ها را نمیدید. 15 ملت در یک فضای سالم، در یک فضای صلح و آرامش با هم دیگه زندگی می کردن. جنگ و زد و خورد، استبداد، دسپوتیزم، توفیه یگانه هخامنشی ها هست که برای مردم ما و ایرانی های معاصر و مورخین به کلی قضیه را به شکل دیگه جلوه میتن. جناب مردان ادب شما میاد. علت چی است که خب این سوال است که چرا ما، چرا در این منطقه پیش از هخامنشی ها جنگ های تهاجمی، جنگ های از این نوع وجود نداشت؟ پاسخ از این سوال بسیار روشن است. هخامنشی ها از یک جغرافیای نادرست، از یک جغرافیای ناموزون، از یک جغرافیایی که او جغرافیا خود دسپوتیزم میزاید، از اون تو یک جغرافیا برخواستن و به سرزمین های تسلط پیدا کردن که این سرزمین ها همه در مناطق در یک جغرافیای موزون قرار دادن و در جغرافیای موزون چیزی که به وجود نمی دسپوتیزم است. دسپوتیزم محصول جغرافیای ناموزونی است که کوروش و قبیلهش او را با خود به این منطقه آورد و امروز شما در تمام جهان ببینید او نمود دسپوتیزم هخامنشی در افریقا، در امریکا، در آسیا، در اروپا، در امریکا، در همه جا سر بلند کرده. جالبی است که شما در تاریخ پیش از هخامنشی ها چون این چیز را نمیابین، تاریخ چون این چیز را به خاطر ندارد در این زمینه. بله جناب مردان صاحب، متوجه باشین که ما سوالات هم از دوستا داریم. ما همزمان با اینکه شما لطف میکنین صحبت میکنین، سوالات دوستا را هم باز پسان خدمت شما میگم که یک مقدار وقت برای او هم باید داشته باشیم. حتما. ببینیم یک مسئله که بسیار زیاد اهمیت داره اون یست که حاکمیت های استبدادی با حقوق ملی و بومی مردم ها چندان اهمیت قائل نمیشن و به این حقوق اصلا باورم سلطان یا پادشاه چیزی را به غیر از فرمانبر و شورشی نمیشناسند.
مامال او ممالک مفتوحه را میشناسند، فرمانبر را میشناسند و شورشی را میشناسند. علتشانی است که اینا زاده علمو جغرافی های ناموزون هستند. یک نکته دیگر هم میخواییم به تذکر بتون که متاسفانه تاریخ نگارای ما همواره کوشش کردن تا بروی حقایق تاریخ پرده بندازن، حقایق تاریخ بیان نکنن. و بسیار ساده است وقتی که شما با حقایق تاریخ آشنا نبودین، اصلا چیزی را از تاریخ برداشت کرده نمیتونید. تنها به اونمو گفتارهای اتکا میکنین که به خورد آدم داده میشن. همین تاریخ باستان ما، همین تاریخ باستان که توسط نویسنده های بزرگ ایرانی نوشته شده، بزرگترین تمدن بشری را کوروش نابود کرد، تمدن بابل را به خاک یکسان کرد، تمدنی که 3000 سال پیش اینا قوانین مدون داشتند. ما تاریخ نویسای ما متاسفانه در این زمینه حرف نمیزنند که کوروش محکوم بکنند به نابودی یکی از بزرگترین تمدن های بشری. شما به بیشتر از تورات یاد کردید، شما به تورات مراجعه بکنید، تورات بسیار با صراحت کوروش از جمله پیغمبرای یهود میشناسند. در تورات با صراحت نوشته شده که کوروش نجات دهنده قوم یهود است. جناب مردان بیتا مذرات میخواییم، از تورات یاد کردیم، شما میفهمین که بایبل در مجموعه اینه که واسه دو بخش نیو اسکریپت میگن و اولد اسکریپت یا هبرو اسکریپت و گریک اسکریپت میگنش. اینا خواهمی سه کتاب بخصوص پشت دگاش نمیگردم مذایب سامی، اینا کتاب های مذهبی هستن و در کتاب های مذهبی وجود از چند قصه، چند حکایت بدون تاریخ، بدون استناد و اورام روی اعتقاد و چند توصیه و نصیحت و چند دستور العمل و احکام چیز دیگه نیست. یعنی هیچ گونه ما نمیتونیم که اینمی کتاب های مقدس من حیث اسناد تاریخی معتبر در مرحله معین تاریخی او را ارزیابی بکنیم. فقط بجز از اینکه بهش اعتقاد داشته باشیم و دلیل نگوییم و نقدش نکنیم و هر آن چیز هم که گفته نه سند اوجا وجود داره، نه وقتی که اتفاق افتاده باشه او حادثه یا رویداد در اوجا وجود داره، نه کدام مؤاخذی وجود داره، فقط گفته ای که احکام الهی است و از آسمان نازل شده به پیغمبرش به یک شکل یا برای محمد توسط جبرئیل امین یا برای به طور مثال برای جیزس کرایست الهام بخشیده شده و بازپسان دیسایپلش یا امانرهانش با نام جان و لوک و کورنتیان و این آن در تایی زمان تا چندین صد سال بایبال تنظیم کردن و جور کردن و مثل از این تورات به شکل که جز از بایبال هست. یعنی ای از نظر شما میتونه که یک مؤاخذ بسیار معتبر برای تاریخ باشه؟ چرا تاریخ با مذهب البته با روایات مذهبی بسیار بسیار تفاوت جدی داره. پیشتر سوال ما هم شما می بود که آیا تاریخ با وقایع ثبت شده تفاوت داره؟ راستای گرامی، کتاب تورات کتاب الهی نیست، کتاب نیست که از آسمان نازل شده باشه. بله. کتاب تورات یک تعداد از همی بزرگای یهود نوشته کردن. بله. و از جانب دیگه در تورات گفته نشده که تورات
وحی خداوند است. یگانه چیزی که شما در تورات نمیابید وحی از نه وحی خود یک مفهوم خاصه خدا داره اون در اسلام. جبرئیل خود کلام خداوند خود میگه کاملا، اگه کلام خداوند نیست پس ولی دیگه ارزش مذهبی نداره. تورات کلام خداوند نیست، تورات کلام نحمیا است، تورات کلام بزرگای یهود است. تورات در دوره های مختلف نوشته شده. از کتاب پیدایش تورات شروع میشه، دقیق نمیفهمم که به نحمیا ختم میشه و یا به آرمیا ختم میشه. هر کدام از این بزرگا کتاب خود نوشته کردن در داخل تورات جای دادنش. اما تاریخی نیست، یک کتاب مذهبی است. برعکس کتاب تورات کتاب تاریخ است، بیشتر کتاب تاریخی است. یعنی با این معیارهای تاریخی که شما میگین فکر میکنین که برابر؟ کاملا. ما در یادداشت ها در دو زمینه به تورات مراجعه کردیم، یکی در مورد آرامی ها، تمدن آرامی ها، و یکی هم در مورد کوروش. هیچ کدام از این وحی آسمانی نیست، همگی چشم دیدای نویسنده های تورات است. یعنی تورات برعکس دیگه کتاب های دینی، برعکس قرآن، برعکس کتاب عیسی، یک کتاب تاریخ است، تاریخ بیان میکنه. هدفتان از تورات امی بخش یهودیش، یعنی بخش اولد سکریپچر که میگن، یعنی هبرو، یعنی یهودیز میشه. چرا بایبل در مجموع انجیل خب میفهمن که از دو بخش تشکیل شده، یکی بخش انجیل هست. بله. امی مثلا در تاریخ های مختلف گفته میشه که ابراهیم از نسل بنی اسرائیل است. بله. اما تاریخ، اما خود کتاب تورات کاملا این حرف را رد میکنه. تورات با صراحت میگه ابراهیم از یک منطقه در بین النهرین است. نام شهر ابراهیم هم ذکر میکنه. بعد میآید تورات سر اولادای ابراهیم، سر اسحاق و سر اسماعیل می صحبت میکنه. بله. به این ترتیب وقتی که شما اینی بخشی از تورات می خوانیم، شما میبینید که تورات حرفای مذهبی نمیزنه، حرفای تاریخی میزنه. یعنی که تورات توضیح میکنه که ابراهیم از یک شهر به نام هور در بین النهرین بلند شده برخواسته، یک حرف تاریخی هست، این حرف مذهبی نیست. جناب مرگان زیاد در این مورد پیش نمیرین، برای اینکه باید کاملا یک گفتمان جداگانه بحث مذهب، تورات، تاریخ و این که آیا ثابت بسازیم که کتاب های مذهبی کتاب های تاریخی هستن، آیا همون معیارهای مشخص نه همه کتاب های تاریخی. من خدمت شما عرض کردم که تنها تورات بیشتر از تاریخ دوران باستان یاد میکنه، نه سایر کتاب ها. قرآن شریف گفتیم که این هم یک گفتمان کاملا جداگانه است که ما ببینیم که آیا روایات است یا احکام است و یا ای که با همون معیارهای تاریخ نویسی که شما توضیح کردین به اصطلاح دمساز است. بر این را میگذاریم. چی تصور میکنین که اگر اجازه تان باشه بریم به دوستا و اگر حرفای شما خلاص نشده باشه که اینجا دوستا هم بسیار تبصره دارن و سوال، اگر که حرفای برای گفتن داشته باشین اینا میشنویم. در غیر از او اگر حرفتان را تمام شد میگیم که دوستا هم سوالات و تبصره های در این زمینه دارن.
کدام گفتنی دیگه من ندارم، فقط میریم و شنیدن حرفای دوستای خود. اگر من چیزی گفتنی داشتم حتما بعدا در این زمینه تماس خواهد گرفتم. بسیار خوب. جناب استاد ظفر شمس میگه تاریخ و معنی جنگ ها و شرح زندگی چند فرد اندک شمار نیست که پادشاه و یا سرداران بزرگ بودند. تاریخ باید درباره مردم یک کشور برای ما سخن بگوید که چگونه زندگی نمودند، چه کارهایی انجام دادند و چگونه اندیشیدند. تاریخ باید از رنج ها و شادی های آنها و دشواری ها و مشکلاتشان برای ما سخن بگوید. تشکر جناب استاد شمس. خب یک تبصره بوده دیگه، سوال نبوده مردان سبقه خدمت شما. بله. جناب ترکمنی میگن که بازنگری در تاریخ چند صد ساله اخیر منطقه از امپراتوری بریتانیا و دیگر اروپاییان تا امریکا را در بر میگیرد، اما بازنگری اصلی در تاریخ دید نقادانه بر گذشته 2000 ساله و یا بیشتر از آن باید باشد که در آن هویت واقعی ایران در مقایسه با باختریان، هندیان، چینایان و ملت‌های آسیای میانه روشن می‌شود که هم به همدستی اکادمیای بین الدولی اینک در بیشتر آثار با ترجمه پرژیا به ایران یک تاریخ بیش از 3000 سال منطقه را مجهول می‌سازد. جناب ترکمنی گفتن. خب از دوستا فقط جناب شمس یک تفسیری شان هم میخوانم که باز اما عدالت به اصطلاح برقرار باشد. خانم لولا رستگار میگه درود به همه مهمانان این برنامه شما. شما کدام کتاب را از جمله این کتاب های تاریخی موثق توصیه میکنید در رابطه با حتما تاریخ ایران؟ میگه من خدمت پیشتر عرض کردم که ما در سالهای گذشته با یک سریالی از تاریخ سرخوردم به نام تعامل در بنیان تاریخ ایران، نوشته شادروان ناصر پوری پیرار. آدمی است که وقتی که شما در درون اینترنت میرین نام ناصر پوری پیرار اگر بزنین با چندین مقاله نوشته های مملو از دشنام و توهین و تحقیر برای زیادن روبرو میشه. بدون ازی که نویسنده های گرامی، بدون ازی که تاریخ خوانده باشن، بدون ازی که به طرحهای ازی اثر بزرگ دقت کرده باشن، چون با احساسات و با همو مسائل ناسیونالیستی از اونا برمیخورد، انترنت مملو از دشنام و حرفای زشت در برابر زیادن است. ولی من از تمام دوستا تقاضا می کنم، آثارش در انترنت بسیار زیاد است. عمدترین اثر ازی یکی 12 قرن سکوت است که در 4 جلد نشر شدن. بسیار به صورت دقیق بخش باستان تاریخ ایران مورد کنکاش قرار داده و یکی هم و یک 3 جلد کتاب دیگه از او هم است که جمعاً ما 7 جلدی از او را دارم، مجموعه آثار عزیب در همین یک زمینه و نزدیک به 10 جلد میرسه. ما مشوره میتونم برای دوستای عزیز که بدون تعصب، بدون نظر به این که فلان دانشمند بزرگ ایران چی در موردش نوشته کرده، به خاطر قضاوت در مورد خودش حتی هم اگر شده با آثارش مراجعه. من فکر میکنم که ما یک شخصیت از روی چهره و بلندی بینی و شکل مویا و ساختمان ریش و بروتش نمیتونیم بشناسیم. ما یک نویسنده، یک تاریخ نویس، اما باید با آثارش مراجعه بکنیم
به کتابایشون مراجعه بکنیم و او را بشناسیم. تشکر. مجده اسلمی میگه که جناب مردان گرامی، نظر شما در قسمت کتاب های استاد سلیمان راوش چیست؟ اگر کتاب سیطره 14 ساله عرب را خواندید نظرتان را بدید. خانم اسلمی، یک بحث ما کاملا یک بحث جداست و جناب راوش خودش یک شخصیت بسیار ارجمند و پژوهشگر بسیار بسیار قابل قدر و بسیار جسور است. به هر حال شما اگر کدام حرف ندارم پیش میگید جناب. ما کدام حرف ندارم. راوش صاحب یکی از نویسنده‌های بی نهایت خوب ما هست، انسان بسیار توانا هست و شهامت داره در نوشتن، در بیان تاریخ که میخواه بگویه شهامت بیان داره. این بسیار گفه با اهمیت است در بیان تاریخ. جناب استاد سنت الله بسام میگن وقتی تورات در صدهای عبده زیر سوال قرار گرفت، محققین تاریخ غرب و تاریخ شرق و شمال افریقا مراجعه کردند و به تحقیق پرداختند و انستیتوت شرق شناسی روسیه در زمینه دانشگاه های غرب را کمک فراهم کرد، از جمله پروفسور دیاکونوف در مورد تاریخ ماتهاف. دیاکونوف، بله. خب جناب اکرم ایدری جبارخیل، تشکر از شما که میگن که جناب مردان دمی 4 سال به شکل متواتر تلویزیون بهار کمک مالی و مادی میکنه. خب آقای بسام میگه کوروش به معنی آن نیست که وجود نداشته باشد، او یکی از سرلشکرهای گشتاسپ بوده و وقت بخت نصر به بین النهرین عمله کرد، کارهای ناروا به شمول زندانی ساختن یهودان و کارهای ناروا به شمول زندانی ساختن یهودیان پرداخت. وضعیت آنقدر بحرانی شد گشتاس کوروش را آنجا فرستاد و رهایی یهودیان حتی یک گاه شماری شد و قدرت او از آنجا آغاز شد تا اینکه داماد خانواده مات شده و امپراتوری به خانواده هخامنشی انتقال داد. خب یک نکته در اینجا وجود داره که من امرای از این موافق نیستم. وقتی که ما پیوند کوروش و پیوند هخامنشی ها را با ماده ها پیوند میزنیم، این به این معنا هست که هخامنشی ها باید از اقوام بومی باشن. اما شما اگر به تاریخ مراجعه بکنید، هخامنشی ها مردمان بومی نبودن، هخامنشی ها مهاجرین شمال بودن، اونا از استپای جنوبی روسیه پایین آمدن. تاریخ در عین زمان یک نظر بسیار با اهمیت دیگه هم دارد. گویی است که بزرگای یهود، خبرگان یهود که در تمام منطقه پناهنده بودند، اینا در استفای جنوب روسیه قوم داریوش پیدا کردن، بایست یک قوم جنجو یا قوم خونریز، این را استخدام کردن به خاطر سقوط امپراتوری های بابل. شما وقتی که به اسناد تاریخی مراجعه می کنید، کوروش و هخامنشی ها را شما گروه های مهاجر از شمال می‌بینیم که از طریق قفقاز با قلمرو ایران باستان داخل شدند. اینا برای یک مدتی بسیار طولانی وقتی که از قفقاز به داخل از راه آذربایجان به منطقه داخل شدند، در اوائل اینا در وجود ساخت نیروهای نظامی قومی بود به نام اورارتورها، در میان از اونا زندگی میکردن. اورارتورها از قوم داریوش، از قوم کوروش یا از هخامنشی ها به خاطر سرکوب مخالفی میخواد در منطقه بی نهایت استفاده و بهره بودن تا زمانی که اینا به طرف جنوب منتقل میشن و در قلمرو که ما او را به نام فارس بعدا میشناسیم، در وجه
جاگزین میشن. یه نکته دیگه هم به اینجا من میخواهیم تذکر بدم. یهودا بعضی ویژگی های خاصی را در وجود کوروش و قبیلهش میدیدن و او بیگانگی کامل با فرهنگ و با عنعنات و با رسم و رواج های همین منطقه بودن و یگانه ویژگی بود که به نظر نخبگان یهود میتونست مؤثر باشد و همطوران بود. یک قوم شمشیرزن، یک قوم خوندیز، یک قوم وحشی از شمال آورده میشه و به جان ملت‌های بین النهرین، به جان ملت‌های 15 ملل ساکن منطقه مخته میشه. ما اگر فکر بکنیم که اخامنشی‌ها از مردم بومی هستن، ما فکر میکنم در ارزیابی‌های خود اجتماعی بسیار بزرگی میکنم. چی شدن؟ ببینیم یک مثال بسیار ساده. اخامنشی‌ها آمدن با خود زبان را به نام فارسی باستان آوردن. امروز همو زبان از اونا به نام فارسی باستان شهرت پیدا کرده که هم خودش از عجایب است که باید مورد مطالعه دقیق قرار بگیرن. زمانی که اخامنشی‌ها دوباره این منطقه را ترک گفتن، یعنی زمانی که الکساندر یا اسکندر کبیر آمد و به دوران اخامنشی ها پایان داد، بفرماییم به تاریخ مراجعه بکنیم، اثری از زبان فارسی باستان باقی نماند. مثل از این که دود شده باشه فارسی باستان و به هوا رفت. ما کوچکترین اثری از فارسی باستان اخامنشی ها امروز در زبان خود نداریم. با وجودی که یک بخش زیادی از این نویسنده‌ها تاکید میکنن و ادعا میکنن که گویا زبان فارسی ما ریشه 2500 سال داره، من فکر میکنم این بزرگترین اشتباهی است که ما میخواییم مرتکب شویم. زبان فارسی باستان، همه گی ما میفهمیم زبان فارسی باستان ریشه های از زبان های سلاوی، ریشه های از زبان های زبان روسی را در خود داره. شما در زبان فارسی امروز ما کوچکترین اثر از زبان سلاوی را نمی‌بینید. ما یک نکته دیگه را می‌خوام، وقت را نمی‌گیرم، حساب ببخشید. می‌خوام یک نکته بگم. جناب مردان، این وقت ما نیست، وقت خود شماست. شما با کلی صاحب از این برنامه هستین، بفرمایید. سلامت باشید. ببینید، میگن تاریخ زبان فارسی باستان 2500 سال سابقه داره. شما به 2500 سال سابقه زبان فارسی یک سند نشان بدین، یک سند تاریخ نگاران نشان بدن که زبان فارسی که ما امروز با او صحبت میکنیم ریشه در زبان فارسی 2500 سال پیش داره. تا امروز هیچ کسی حدس زدن، کتاب های بسیار زیادی هم به زمینه نوشته شده، همه حرف اساسی را برای خواننده تا باری کسی داده نتونسته. ببینید، آقای کریم کشاورز یک کتاب داره به نام هزار سال نثر فارسی. این بزرگای ما همیشه حتما خواندن، بسیار دانشمندای دیگه هم، دوستایی که در این همیجا حضور دارن اینا هم خواندن. نام عنوان کتاب از هزار سال نثر فارسی، اما شما وقتی که در متن کتاب میری، استاد کشاورز با تمام کوشش
و زحمت میخواد برای ما بفهمانه، میخواد برای ما تفهیم بکنه که گویا زبان فارسی را که ما امروز صحبت میکنیم ریشه در 2500 سال قبل داره. اما وقتی که کتاب استاد کشاورز سعی میکنید در عنوان نوشته میکنه 1000 سال نثر فارسی، نه 2500 سال نثر فارسی. اگر واقعا پیشی از این زبان در 2500 سال قبل بسته شده، چرا استاد کشاورز عنوان کتاب خود میگه 1000 سال نثر فارسی؟ آیا حق داریم از استاد کشاورز همین سوال بکنیم یا سایر نویسنده های از ازلی عرصه پرسان بکنیم که اگر 2500 سال سابقه داره، چرا استاد کشاورز نام کتاب خود 1000 سال نثر فارسی گذاشته؟ استاد کشاورز آدمی بسیار هوشیار است، آدمی بسیار بسیار دقیق است. او میفهمه که تاریخ زبان ما از 1000 سال پیش نمیره. ای حرفای ببخشین دیگه حرفای بیموردی هست، به خاطر غلط جلوه دادن تاریخ هست، ای به خاطر به انحراف بردن ذهن خواننده ها هست، مسخ تاریخ هست. بفرمایید. جناب فدا لاروی میگه که چگونه میتوان با این موافقت کرد که یک قلم تاریخ کشور را جعل دانست، در حالی که دانشمندان تاریخ ما کارهای فراوانی را انجام دادند، کار استاد کوزات، پوند عبیبی، استاد رشاد و ده ها تن دیگر، کارهایی است که دانشمندان کشورهای دیگر بر کارهایشان تکیه و استناد میکنند. من یک نکته را پیشتر هم تذکر دادم که ما متاسفانه شما وقتی که به تاریخ نگاه میکنین برعکس لاروی صاحب، شما بسیار بروشنی میبینین که تاریخ های ما در مورد تاریخ باستان منطقه هیچ تماسی نگرفته. بیشتر یادآوری کردم که تنها استاد بزرگوار کوزاد دو جلد یا یک و نیم جلد از دو سه جلد کتاب تاریخ افغانستان خود و با تاریخ باستان اختصاص داد. سایر نویسنده های ما، سایر تاریخ نگارای ما آنقدر تماسای کوچک و عبوری با تاریخ باستان گرفتن که اصلا شما مثلا در یک کتاب با قطر کلان 800 صفحه شما دو صفحه یا سه صفحه در مورد تاریخ باستان میخوانید. علتش پیشتر عرض کردم، کمبود مواد است، کمبود آثار تاریخی است، کمبود اسناد تاریخی است. به مو خاطر تاریخ نویس ما هوشیار است. اینا مردم های بسیار آگاه بودن، نمیخواستن که مفت گپ مفت هوایی بزنن. به مو تاریخ به مو خاطر با بسیار احتیاط و بسیار ماهرانه از کنار از ماضی با سکوت گذاشتن. بله. آقای عشمت رفتگار گرامی، سلام و درود، در نصف صحبت و برنامه آمدین. به هر حال تقصیرتان رو میخوانم. چقدر تورات اسطوره است؟ اسطوره نمیتواند تاریخ شود؟ اسطوره زردشتی چقدر در اسطوره های تورات سهم سهم دارد؟ و وقتی که ما از تاریخ حرف میزنیم دیگه اسطوره را باید کنار بگذاریم. یکی از پرابلم های بسیار کلان تاریخ ما همی است. شما یک بار به تاریخ ما مراجعه بکنیم، برای نیمی از این تاریخ ما سند نداریم، برای نیمی دیگه تاریخ که سند ساخته شده نیمی از این اسناد تقلبی دروغ است، اسناد ساختگی است. با کجای از این اسناد ساختگی ما میتونیم تاریخ بیان کنیم؟ یک بخش دیگه از این کاملا افسانه است. افسانه تاریخ نیست.
شما به تاریخ مراجعه بکنید، بیشتر از زبان از پارسی باستان صحبت کرد. در شاهنامه فردوسی، در شاهنامه فردوسی گفته میشه که زبان فارسی را کیومرث از دیوها گرفت. یک گروه دیوها را می بردن برای کشتار، دیوها برای کیومرث اول روان می کنه که برادر ما را نکش، ما یک چیزی بسیار خوب برای تو می دیم. پرسان می کنه چی می دیم؟ میگه برای تو زبان فارسی باستان می دیم. تاریخ نویسای ما برای ما میگن که زبان فارسی باستان از دیوها گرفته شده، اما باز یک چیز پاسخ نمیتن که دیوهای زبان فارسی را از کجا گرفته بودن. آهای خواه افسانه و چیز هست دیگه، حتی ضرورت بسر کرده ایمون هسته که چیگونه تاریخ با افسانه خلط میکنن. بخاطر ایزی که تاریخ توضیح دقیق و درست نکنن، تاریخ با افسانه مخلوط میکنن. این افسانه ها فقط بخواد بفهمین چی وقت بسیار مزه داره که آدم بشنوه. در شبای دراز زمستان در پتی صندلی امره یک گیلاس چای و هم میوی خوش. در اونو حالت این قصه ها و افسانه های تاریخی بسیار لذت بخش است. اما این افسانه ها و قصه های تاریخی برای ما تاریخ بیان نمیکنن. ما اگر میخواییم تاریخ بیان بکنیم، باید به تاریخ مراجعه بکنیم، با اسناد و با حقایق تاریخ. جناب مردان گرامی، سپاسگزار هستم. بازم تکرار میکنم که سوالات دوستا زیاد است، کوشش میکنیم که از هر دوست یک تفصیلش بخونیم. من دیگه کم گپ میزنم. اگر جواب مختصر باشه، خانم شکیبا اشرفی میگه، باد سلام، میگه که من یاد گرفتم که کتاب های مذهبی به هیچ وجه کتاب تاریخ شده نمیتواند، بلکه میتواند یک بخش از اسباد تاریخ باشند. کتاب های مذهبی قوانین و مقررات جامعه را برای نظم و دسپلین جامعه ترسیم میکنند، و شما بیشتر هم بیان کردیم که افسانه با تاریخ تفاوت میکنه. خب یک تقصیر بود ایره دیگه زیاد. خانم نسرین جان منصوری میگه که در بین تاریخ نگاران غرب، تاریخ نویس های آلمانی تا حدی واقعیت‌گرا بر مسائل تاریخی پرداختند، بخصوص در مورد تاریخ جهان باستان. همین تبصره های دوستا بود جناب مردان، و یک تبصره هم در تلویزیون بهار است. خانم محبوبه محسن، سلام با شما. جناب حمیدالله فقیری و یک دوستای دیگه است. چون وقت برنامه ما پوره است و تا تقریبا نزدیک به 2 ساعت است که صحبت میکنیم، جناب مردان اگر حرفای دیگه نداشته باشین، ما برنامه خدا همینجا ختم میکنیم. در آخر اگر گفتنی داریم در غیر از با دوستا خداحافظی میکنیم. تشکر میکنم رفیق راستای گرامی از برنامه بسیار خوبتان. سپاسگزاری میکنم از زحماتی که شما کشیدین، زحماتی که ترکمنی سعی دارن کشیدن، و همچنان از بسام گرامی سپاسگزار هستم. ما امیدوار هستم که خب یک نکتر کوتاه میخوایم عرض بکنم که به نظر ما تا جایی که ما به این مسئله متوجه شدیم در رابطه با این مسائلی که در طی یادداشت ها در 21 یادداشت گذشته نشر شد، ما برای اولین بار به پشت سکه یا روی دیگه سکه تاریخ مورد بررسی قرار دادیم. ما امیدوار هستم که یک نقطه آغاز باشه به خاطر بررسی هرچی بیشتر تاریخ. تقاضا میکنم از شخصیت های محترمه که در این زمینه دسترسی دارن، صلاحیت صحبت دارن، به این بحث و بحث تاریخ و بحث بازنگری تاریخ ادامه بتیم و بتانیم برای نسلهای آینده حدی اقل یک بخش از این خاک دروغین را که برای تاریخ
شاندن یا پاپ بکنیم تا نسل‌های آینده بتانن این تاریخ خوبتر بتانن ببینن. من تشکر میکنم از شما و از تمام دوستایی که در این صحبت امشب شرکت کردن. سپاسگزار هستم از شما که دعوت ما را قبول کردین و البته که بحثای تاریخی بحثای بسیار جدی و دراز است، حتما در آینده ها ادامه خواهد دادیم. فلسفه تاریخ بسیار مهم است که از قرن 18 به این طرف اگر ما حساب بکنیم تا هگل و باز بالاخره کارل مارکس که ماتریالیسم تاریخی مطرح میشه و تاریخ از دید جهان مادی مطالعه میکنه و بسیار بحثای دیگه خود تاریخ یک و علم تاریخ تاریخ دوم گفته میشه و بسیار قضایای دیگه است. البته که این برنامه ما یک ساعت باید میبود، تقریبا دو ساعت شد. حتما در آینده این صحبت ها رو با شما ادامه میدیم و عمدترین چیزی که واقعا در این صحبت شما بسیار بسیار ما را به کاوش و بر ارزیابی های بسیار عمیق وامی داره ایست که ما باید یک دید نو مدرن و با عبارت دیگه فکر کنیم در مورد بازنگری تاریخ و به خصوص بازنگری تاریخ سرزمین هایی که ما در زندگی میکنیم. از حضور شما یک دنیا سپاسگزار هستم. بیننده های عزیز شب و روز شما خوش. فردا با جناب جنرال آصف علم در مورد کتابشان سیر زندگی در آینه تاریخ و ساعت 11 با وقت کالیفرنیا و 8 شام با وقت اروپا برنامه خواهد داشتیم. شب و روز شما خوش. خداحافظ شما.